یکی دیگه از برنامه‌های خبرناک در خدمت شما خوبان هستیم عزیزان، همون گونه که قول داده بودیم با دکتر صحاب عزیز هستیم. تشویقتون میکنم لطفاً با ما باشید روی شبکه امید جاودان و همچنین روی یوتیوب ما رو سابسکرایب بفرمایید، مطالب و سوالاتون رو بنویسید روی فیسبوک کشتی رسول هیدری و ورشیپرز آف کرایست میتونید با ما باشید، سوالات رو بنویسید. این سوالات رو ما حتما با مهمانانی که دعوت میکنیم مطرح خواهیم کرد. خوشحال هستیم دکتر صحاب که دعوت ما رو پذیرفتید و در این روزهای شلوغ با ما هستید. درود بر همه شما اعضای خوب تلویزیون امید جاودان و دوستان دیگه. امیدوارم هم کسانی که جلوی دوربین هستن، کشتی رسول عزیز و خواهش کنم مهندس خوب رو در اتاق فرمان، همگی خسته نباشید، در خدمتتون هستم. سپاس هم مهر شما. درد ایران. بله بله، متاسفانه میدونیم که اخبار خوبی از سرزمین عزیز ما نمیاد، چرا که غول تاریکی جمهوری اسلامی بر اون حاکم هستش و یکی از اخبارهای بدی که شنیدیم موضوع زلزله شش رشته‌ای هستش که با این زمستان سخت در شهر خوی به وجود اومده. حالا علت این زلزله چی بوده و چی هست رو کاملا نمیدانیم، اما این رو میدانیم که دولت جمهوری اسلامی هیچ رسیدگی به این مردم که در این زلزله قرار گرفتن نداشته و اونها همکنون با کمبودها و خطرات زمستانی مواجه هستن. در خدمتون هستیم که از شما بشنویم. ببینید، بذارید اینطوری در نظر بگیریم که زلزله در ایران حالا زیاد رخ داده. آخریش هم یه زلزله بزرگ بود در کرمانشاه سال پاییز 1396، زلزله عظیم و مرگبار بم سال 82 که بیشتر از 45000 نفر رو کشت، زلزله سال 69 رودبار که واقعا ده هزار نفر رو کشت، زلزله طبس که بزرگترین زلزله از در مقیاس بیشتر تاریخ ایرانی زلزله بود، این زلزله زیاد بوده. درست. اما در تمام این موارد من همچین انسان بیشعوری رو ندیدم که مثل فرماندار فکر کنم شهر خوی بود و ما بودجه‌ای که برای خرید چادر بوده، حالا از اون خوی منطقه است بسیار سرد در آذربایجان، الان زیر برفه، دیگه ما بودجه‌ای که باید حالا والور می‌خریدیم برای گرم کردن، چادر می‌خریدیم، پتو می‌خریدیم، دادیم به عتبات، یعنی فرستادیم نجف و کربلا. عجب. و دعا کنن. من از عزیزان میپرسم حالا شده این زیر 40 سانت برف با دعا زنده بمونیم؟ عجب. آخه شعور، این که دیگه سیاست نمیخواد، این شعور میخواد. بله. ما جزو 4 کشور اصلی دارنده نفتیم، اصلا فرض کنید سیاست مدار نداریم، دومین دارنده گاز، این چهارمین جزو 4 تا کشور اصلی دارنده نفت، مردم ما باید زیر 40 سانت برف بمونن؟ آقای علی دایی آفرین به شرفشون، آقای کریم واقعی فرداشون، یکی شمال اردبیل یکی شمال تبریزه، آمدن وسط و دارن پول جمع میکنن برای مردم چادر بخرن. به داد برسید ایرانیا، به داد برسید. حتی به دولت ایران پول ندیده، چون اگه پول بدید میدوزه. مسلم مردم ایران 40 سانت برق، زیر 50 سانت برق چجوری باید تو صبح زنده بمونن؟ چراغ والور ندارن، چراغ نفتی، چراغ نفتی داشته باشن، نفت ندارن، رفتن حالا 8 به 9 بهمن بوده، 5 و 9 دهم ریشتر بوده، زیر 6 ریشتر، رفتن جلوی ساختمون فرمانداری، آقا به هر خانواده، به پدر خانواده یک چادر بدید، نمیخوادم برید بره، امانت بدید کلاسنامه‌شو گرو بردارید، اونو ندادن، گفتن دادیم به نجف و کربلا، رفتن گفتن برید از ارتش بگید، ارتش میگه ما اصلا همچین چیزی نداریم اینجا که بخوایم به شما بدیم. بعد یگان ویژه از تبریز اومده از قرارگاه حمزه، مردم گرفتن زدن با آبپاش و مردم آبریختن و بعد مردم کودک زدن. واقعا کسی که زلزله بیاد عزیزان، در خود آمریکا 2 هفته پیش طوفان سرمایی آمد، 54 نفر کشته شدن. بلایای طبیعی میاد، ولی آقای بایدن یا قبلش آقای ترامپ میرفتن مردم رو با باتون بزنن، به مردم با گلوله پلاستیکی شلیک کنن؟ نه. به مردم چادر میدن، به مردم نفت میدن، به مردم آذوقه میدن، غذای گرم میدن. دقیقاً. دقیقاً. دیگه چه طرز برخورده؟ جمهوری اسلامی فقط کودک زدن بلده؟ و جالب اینجاست که این فاجعه اینجاست که در
همتواران افغانی ما در منطقه بامیان در همین ماه، در همین ماه ژانویه رو حساب کنیم، حالا فوریه و ژانویه، در همین ماه در طول 48 ساعت، در طول دو روز 150 نفر در افغانستان در منطقه کوهای بامیان در اثر سرما یخ زدن و باز هم دولت طالبان میگه برید دعا کن. آخه این دعا کردن چرا توی مملکت داری داره؟ اگه میخواستیم دعا کنیم که خب مسجد میرفتیم تا صبح دعا میکردیم. من احساس میکنم با بیماران روانی سر و کار داریم که به شکل آخوند، حالا آخوند مفتی ملا فرق نداره، در کابل و تهران بر ما بدبخت های ایرانی تبار حکومت در خدمت شد. خواهش میکنم با توجه به اینکه داریم میبینیم شرایط اقتصادی ایران روز به روز داره بدتر میشه، تورم بیشتر میشه و دامنه دروغ های اینا و طرحهای دروغ پردازیشون هم بسیار میشه تا بتونن مردم فریب بدن، این موضوع طرح مولدسازی قصهش چیه از نظر اقتصادی دارن اینا مطرح میکنن؟ سپاسگزار میشم در این رابطه هم بشنویم. خیلی جالب بوده که دوستان که رشته تحصیلشون اقتصاد بود حرف جالبی زدن، گفته بودن اقتصاد مولد مگه قول آقای میرحسین موسوی سال 1360-61 چطور شد بعد 40 سال شما یادتون اومد و بعد چرا در مولدسازی داری کارخونه ها الباقی معادن؟ چون دوستان از 12,000 معدن متروک ایران دولت جمهوری اسلامی 6,000 تاشو تابستون واگذار کرده، تابستون همین 1401 ماه سپتامبر، هر چی که مونده دارن واگذار میکنن. 4-5 تا وزیر آوردن با رئیسشون هم آقای مخبره، معاون اول رئیسشون بود، رئیس همین بنیاد فرمان امام بود، یعنی دست آقای خامنه‌ای بود، یه نماینده از قوه قضاییه، یه نماینده از مجلس، مجلس رو دور زدن، هر چی دارایی دم دست دولت دارن میکشن، از ماشینالات و استوک و هر چی بگیرید تا خونه و زمین و ویلا و معدن. عزیزان کار به جایی رسیده که بعضی از ویلاهای مصادره زمان شاه دارن میکنن. چرا؟ چون با کمبود نقدینگی مواجهن، میخوان هر جوری که شده جبران کنن، گفتن کشور خارجی هم با هم بیارن بخرن، آخه دیوونه از خارج میاد تو ایران خرید کنه، چرا باید این کارو بکنه؟ اگر دقت کنید هیچ کسی در طول تاریخ بشریت از اروپا یا آمریکا نیومده داخل ایران ویلا بخره، ولی ایرانی ها پولاشون رو میبرن تو امارات یا توی ترکیه ویلا بخرن، خونه بخرن. دولت ایران نقدینگی نداره، نمیتونه پول کارگرها رو بده، پول کارمندا رو بده. عزیزان امروز بی ارزش ترین پول جهان نه پول سوریه است نه پول یمن، پول ایرانه. 44,000 تومان یعنی 440,000 ریال میشه 1 دلار. بی ارزش ترین پول جهان واحد پول زیمبابوه است که 35 کوادریلیون حدود 16 تا 0 دلار زیمبابوه مساوی است با 1 دلار آمریکا. و واقعا خنده داره، ایران و زیمبابوه سرآمد اقتصاد مزخرف در جهان هستند. ایرانی که از دو سمت به دریا راه داره، کل جنوب ایران آب آزاده، ایرانی که این همه ذخایر معدنی داره، ایرانی که در خاورمیانه جزو سه کشور اصلی تحصیل کرده است، ایران، اسرائیل، اردن، نسبت به جمعیت اینا بیشترین نرخ تحصیل کردگی رو دارن. ما می‌بینیم هم منابع انسانی داریم هم منابع کانی داریم، مدیریت نداریم. بله متاسف. آمار میده، این جمله آخره، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی آمار میده که 40% پزشکان تازه فارغ التحصیل پزشک دندون پزشک داروساز، یعنی کلا خانواده پزشک، در طول 3 سال گذشته از سال 1398 تا حالا از ایران رفتن 16,000. یعنی ایران بزرگترین تولید کننده پزشک برای کشورهای دیگه است. مردم فرار میکنن. بله. این واقعه. بله درست میفرمایید. آقای دکتر صاحب عزیز، با برنامه تاریخ نامه که در خدمت شما بودیم و هستیم، بعد از مدتی ما متوجه شدیم که اسلام، یعنی حکومت‌های اسلامی با جنگ وارد یک سرزمین میشن و بدون جنگ هم هرگز نرفتن، یعنی آنچه که تاریخ اثبات میکنه در این موضوع. آیا نظام اسلامی مانند حکومت‌های اسلامی گذشته در صدد ایجاد جنگ هستش؟ چرا که شاهد بر این هستیم در این موقعیت نظام اسلامی به هر موقعیتی سعی می‌کنه آیا آتشی رو ایجاد بکنه تا تولید جنگی بشه، همون گونه که
44 سال هستش که مدام بر علیه اسرائیل بوده و چندی پیش هم شنیدیم که حتی خود اسرائیل اعلام کرد که ما به جمهوری اسلامی حمله کردیم و پهپادهایی رو فرستاد بالای اصفهان و شهر بعضی از شهرهای ایران. خوشحال میشم در این رابطه من شما بشنویم. ببینید سوالتون رو دو قسمت. اول تاریخ رو بگم. ببینید دوستان، بین این که مسیحیت از همون جایی که حالا کشت رسول دوستانش بهش میگن ناصریه، بله، توی خاک فلسطین، بله، برسه و اروپا رو بگیره 1200 سال، درست، یعنی 1200 سال طول کشید تا بیاد تا کل شمال اروپا رو به صورت 100% بگیره، بله، تا آیسلند و اینا رو هم. فقط در سال 1000 میلادی روسیه، اون چیزی که سن پیترزبورگ باید در نظر بگیریم، حکومت اون موقع اونجا بود، پایتخت مسکو نبود، اون موقع اومد و بین مسیحیت و اسلام مسیحیت رو انتخاب کرد. یعنی اینقدر به صورت آرام مسیحیت پخش، بله، سرعت حرکت مسیحیت خیلی کمه. اما حالا اسلام رو نگاه کنید، 90% سرزمین های اسلامی در زمان امویه به دست اومده و قبلش، واو. یعنی تا سال حدوداً 130-134 هجری قمری حساب کنید، از زمان مرگ ابوبکر که حجاز در زمان ابوبکر کلن در زمان ابوبکر خلیفه اول کل حجاز دیگه دست مسلمان ها. از اون موقع پیغمبر هم سال 11 هجری مرد، ابوبکر سال 13، عمر سال 23، عثمان ابن عفان سال 35 و علی سال 40. شما اینو داشته باشید تا زمان آخرین پادشاه یا آخرین خلیفه اموی حدود 132-134. شما اگه نگاه کنید 90% سرزمین های اسلامی دو این موقعیت به دست اومد، ایران رو گرفتن، مصر رو گرفتن، آندولوس اسپانیا که الان دستشون نیست گرفتن، تا کل شمال آفریقا رو گرفتن، تا مراکش رفتن، از این ور رسیدن به نواحی کابلستان که الان میشه افغانستان، از اون ور رفتن بالا تا نواحی اشوستنه که میشه اون نواحی تاجیکستان و ازبکستان، از این ورم تا سند و پنجاب رفتن. حتی کاری ندارم که سلطان محمود غزنوی هم اومد اسلام رو بسیار گسترش داد، ولی میخوام بگم اسلام در 100 سال زمان امویه بسیار سری رشد کرد، برخلاف مسیحیت که 1200 سال طول کشید به یه قاره رو تبدیل کرد. این از این. اما جمهوری اسلامی از همون روش استفاده میکنه که گوبلز در آثار خودش میگه، گوبلز وزیر اطلاعات کشور آلمان میگه حتما یک دشمن فرضی بسازید و همه چیز رو بندازین گردنش، اصلا هر روز باید به اون حمله کنید. فقط هم اون نبود، اگه دقت کنید این این حرف رو صدام حسین میزد، این این حرف رو معمر قذافی میزد. معمر قذافی میگه اگر مشکلی در خاورمیانه هست، حالا ایشون تو قسمت آفریقایی و خاورمیانه، حتما لیبی باید در اون مشکل دخالت کنه و یه پیت نخ بریزه روش، یعنی مشکل رو چند برابر کنه. لیبی کشوری بود اصلا با جمهوری اسلامی رابطه خاصی نداشت، همه انتظار داشتن تو جنگ ایران و عراق طرف عراق رو بگیره، ولی لیبی بود که دورتر از سوریه به ایران موشک های اسکاد بی داد و بعد سوریه بود که موشک های اسکاد بی و اسکاد سی. درست. کار به کجا رسیده؟ امروز جمهوری اسلامی میداند که تحت ضربه آمریکا و متحدینش ناتو، برای همین سعی میکنه برای خودش چند تا کشور متحد درست کنه. میدونه دولت بغداد طرفدارش نیست، برای همین 16 گروه شبه نظامی خودش رو میذاره تو عراق. میدونه دولت لبنان طرفدارش نیست، برای همین تو جنوب لبنان یه گروهی رو میسازه به نام جنبش عمل، حتی این از قبل از انقلاب بود و خودش اون ساخت حزب الله. در شمال یمن گروهی رو تجهیز میکنه به نام حوثی ها، یا به قول شما آنگلو ساکسون ها حوثی ها، و همینطور اگه دقت کنید در سوریه هشت وطنی رو میسازه، در آذربایجان حسین نور رو میسازه، دیدیم به سفارت آذربایجان هم ده روز پیش حمله شد در تهران تروریستا، در پاکستان زینبیون رو میسازه، در افغانستان شیعه فاطمی رو که تعدادشون خیلی زیاده. متاسفانه کشورهای دیگه هم بیکار نمیمونن. شما دیدید که اسرائیل جواب دو حمله تروریستی که انجام شده داد. ببینید اسرائیل همیشه میزد و ایران همیشه تو حملات میزد، یه واقعه. آخریش هم جناب آقای دکتر محسن فخری‌زاده تروریست سپاه بود و سپاه میخواد جبران کنه. هفته پیش بعد از 10 سال دو حمله انجام شد و حالا سپاه میگه 16 نفر، اسرائیل میگه 13 نفر کشته شدن تو این دو حمله. مردم تو خیابون بستن به گلوله، دو نفر فلسطینی مردم بستن به گلوله که یکیشون
بسیار دقیق و با برنامه این کار انجام دادیم. و بعد از مراسم هولوکاست بود، مردم تو خیابون بس روبروی کنیسه بس بکنید. خب ایران خوشحال شد، جمهوری اسلامی با اینکه ربطی بهش نداره دوباره فضول حلقه شد و همون فرداش پهپادهای دولت اسرائیل آمدن در اصفهان. حتی این بگم رئیس پهپاد هستن و در فاصله 1000 متری، یعنی 1 کیلومتری فعال شده، یعنی تو همون خیابون فعال شده بودن، آمدن به یک مرکز قطع سازی وابسته وزارت دفاع ایران حمله کردن. ولی خب هر ستا رو یه سری تول گرفته بود و از این ستا دوتاشون تورها گرفته بودن و یکیشون رو هم رادار سپاه زده بود، مرکز پدافند شهید نصر اصفهان واحد اون محل زده بود. و چیزی که هست اینه که جمهوری اسلامی عاشق درگیری، عاشق اینه که یه جنگ دیگه به وجود بیاد. شما اگه نگاه کنید تو این 4-5 ماهی که توی ایران انقلاب هست، تغییر هست، تو کشورهای منطقه آرامش بود. یعنی نه توی عراق بمب‌گذاری شده، نه توی فلسطین جنگی شده، نه توی لبنان درگیری بزرگی شده، نه حوثی‌ها حمله خاصی کردن. دقیقاً 5 ماه خاورمیانه آرامه. چرا؟ چون مردم در ایران دارن انقلاب میکنن. آخوندها نیروی خودشون بود و تمام هزینه و فکرشون رو منتقل کردن به داخل ایران. بعد بله. صدای شما رو ندیم دکتر صاحب عزیزم. من گفتم بنده ارزی ندارم. خواهش کنم. سپاس هم مهر شما دکتر صاحب عزیز. ممنون از اینکه با ما بودید. باشه با فیض خداوند در ابتدا شاهد سرنگونی نظام اسلامی باشیم و آزادی ایران، و مطمئن خواهیم بود که خاورمیانه بعد از جمهوری اسلامی در امنیت خواهد بود. ممنون هستم از اینکه با ما بودید. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان خدا میسپارم. من امیدوارم که خرد بر سرزمین ما حاکم بشه. آمین. که مردم ما انقدر زجر نکشن که توی 40 سانت برف و سرمای منفی 15 درجه واقعا برای نفت التماس نکنن. واقعا خیلی متاسف. سپاس از مهر شما. آمین. با سپاس از تک تک شما هموطنان عزیز که اینک با ما بودید. خواهشم این است که این برنامه رو شیر کنید با دیگر دوستان، چه روی فیسبوک چه روی یوتیوب اگر هستید. عزیزان اگر سوالی دارید، مطلبی هست، با ما در میون بذارید. عزیزانی که مایل هستن پیشنهادات خودشون رو به ما برسونن برای بهتر شدن برنامه هایی که در شبکه امید جاودان هست، می توانید با شماره تلفن 818-716-4-0 با ما تماس بگیرید. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الآباد.